سلام دوستان با آموزش وی در خدمتون هستیم در جلسه قبل یک اکسل جدید رو باز کردیم و خواستیم فور while و ایچ رو تون تمرین کنیم و کد رو از صفر نوشتیم که نحوه نوشتن کد و دیباک کرده این رو هم با هم ببینیم خب حالا تو این جلسه میخوایم از while و فور ایچ استفاده کنیم واسه اینکه از وایل استفاده کنیم مثالمون رو جلو میبریم و average رو میخوایم محاسبه کنیم اوریج چی هستش میشه اورج در واقع مجموع اینها تقسیم بر تعداد اینها خب ما این دوتا رو از قبل داشتیم میتونیم ازشون استفاده کنیم اما به خاطر اینکه وایل رو کار بکنیم این کار رو نمی کنیم و از ابتدا میاییم از سامیشن و کانت رو استف... پیدا میکنیم و اوریج رو محاسبه میکنیم خب بریم در مورد وایل یه توضیح کوتاهی بدیم خلق وایل چرخه وایل تکرار وایل هر چیزی خب خب چطوری هستش وایل معنی لغویش یعنی تا زمانی که درسته خب دقیقا همین مفهومه میگیم تا زمانی که این شرط برقرار بود یک شرط به خصوص برقرار بود این کارها را انجام بده پس تا زمانی که یک شرطی برقرار بود یه سری کارها را انجام بده انگلیسیش هم که دقیقا همون معنی میده وای به طور مثال x بزرگتر از صفر بود آنگاه بیا این کارا رو انجام بده مثلا بیا بگو x رو بضافه اضافه یک کن مساوی y قرار بده بعد بعد بگیم اند y خب اینجا چطوری هستش وقتی یک کد از بالا میاد پایین میبینه آیا x بزرگتر از صفر بوده یا نه پس قبلش باید تعریف کنم x چند بوده مثلا میگم x منفی یکه میاد میبینه او که x منفی یکه پس بزرگتر از صفر خیر پس این چرخه انجام نمیشه تمشه. اما اگه x مثبت یک بود یعنی x بزرگتر از صفر در حال حاضر پس میاد از بالا به پایین میبینه آیا x بزرگتر از صفره میگه بله بزرگتر از صفره پس بیا نام دن بوده پس بیا ایگرگ و مساوی ایکس به اضافه یک کن مثلا ایگرگ هم قبلا صفر بوده چون من یه چیزی تعریف شده باشه حالا مثلا اینجا هم نیازی هم چون یه متغیر جده ایگرگ رو به اضافه یک کن ایکس به اضافه یک کن یعنی چطوری کن یعنی ایگرگ مساوی با یک به اضافه یک در نتیجه y مساوی دو خب بعد بیا بعدی بعد میاد اینجا دوباره نگاه میکنه میبینه آیا x بزرگتر از صفر میاد بالا من که x رو تغییر ندادم تغییر دادم نه پس بیا اینجا چیکار کن دوباره بگو آره x بزرگتر از یکه پس دوباره بیا y به اضافه یک کن y مساوی دو به اضافه یک در نتیجه y مساوی با سه اینو ادامه بده همینطور میره 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 تا ایگرگ میشه بی نهایت و سی پیو تو میسوزه چون من هیچ وقت نگفتم وایستا هنوز ایکس هم تغییر نکرده پس باید تعریف کنم که ایکس هم وسطش تغییر بکنه دیگه باید یه, تر... یه شرط ایستی داشته باشم اینجا خب پس میام اینجا میگم تا زمانی که ایکس بزرگتر از صفر بود ایگرگ رو اضافه یک کن خب میتونم مثلا یه ایف بذارم بگم اگر ایگرگ مساوی با دوازده شد آنگاه ایکس رو بذار منفی یک ان ایف درسته؟ پس میاد اینجا چی کار میکنم؟ میاد اینجا میگه الان ایکس مثبته ایکس مثبته ایگرگ رو بذار یک کن میشه دو میشه یک دا. یک به یک میشه دو بعد برو بعدی اینجا ایف ایگرگ مساوی 12 خیر ایگرگ دوه پس هنوز هیچ تغییر نمیکنه میاد بالا دوباره x بزرگتر از صفر دو به اضافه یک سه میره 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 تا اینکه ایگرگ میرسه به دوازده اینجا هنوز دوازده میاد اینجا یعنی یازده رو در نظر بگیریم میاد اینجا هنوز وارد این ایف نشدم من میاد بالا دوباره x بزرگتر از صفر میاد اینجا ایگرگ من میشه دوازده دوباره میره بالا نگاه میکنه اینجا وقتی که دوازده رو به دست آوردم وارد این ایف میشه ایکس هم تغییر میده ایکس شده منفی یک الان بعد که میره بالا میگه ایکس بزرگتر از صفر خیر دیگه وارد چرخه نمیشه میاد بیرون خب حالا این از طریق مثلا ایف بودش ما میتونیم مثلا به جای اینکه ایف به کار ببریم همون دفعه اول اگه من اینجا بگم بعد ایگره x مساوی منفی یک دفعه اول میاد بالا وایل x مثبت بوده مثبت y مساوی با دو بعد میاد پایین x از مثبت یک میشه منفی یک دوباره میاد اینجا میره بالا آیا x بزرگتر از صفر خیر ردش میکنه میره بعدی خب پس ما باید حتما تو چرخه وایل حواسمون به شرطمون باشه تا زمانی که شرط درسته این چرخه میره تا بی نهایت و اگه مثلا همینطور ادامه پیدا کنه و کامپیوترمون روشن باشه خب سی پی یو میکنه میسوزه دیگه و باید یک جا ایست کنیم خب حالا بریم داخل وی بی ای امون. من گفتم چی تا زمانی که وای خب قبلش باید یه شرطی داشته باشم مثلا x مساویه با یک اوکی بعد میام تا زمانی که x مساویه با یکه دن فکر کنم دن نداره اینجا آره and y ده کلن استیتش فرم باید. فقط من شک کردم الان میام اینجا یه سرچی بکنم چون تا اونجا که یادمه اینطوری می نمیشتیم خب دو وای ما شما نیازی نیستی چی رو حفظ کنیم همه چیز رو راحت میتونیم با سرچ کردن توی اینترنت راحت ببینیم خب دو وای لوپ من اشتباه نوشتم بر اساس دو وای اینجا باید بذارم لوپ, لوپ خب این توی این بدنه باید وایلمون رو بنویسیم بر اساس زبان vba بی ای. خب پس تا زمانی که x مساوی یک هستش این کار رو انجام بده قبلا سامیشن رو مثلا حالا اینجا تعریف کردیم دوباره صفر میذارم من اینجا سامیشن اینجا صفر میشه صفر و کانسل زمم مسایه صفر میذارم خب بعد بیا اینجا حالا چیکار کن من یه چیزی دارم یه در واقع شمارنده هم باید داشته باشم خب فقط الان بتون میگم چرا من میخوام سامیشن کانت اول پیدست بیارم میگم کانت از همین ایفه استفاده میکنم اینجا درسته میام اینجا خوب. میگم اگر همین شرط قبلی برقرار بود اینجا دیگه آی ندارم خب آیم باید تعریف کنم آیا بذار یک اینجا اوکی بیا اینجا آیم نگاه کن همینطور اگر بزرگتر از صفر بود فلان بود یا این کار رو انجام بده خب و وقتی که این کار انجام دادی آیم رو تغییر بده بنویس آیه به اضافه یک خب حالا دونه دونه, دونه دارم میرم جلو الان آیم یکه میاد اینجا آیا یک قرار میده میره جلو اما تا کجا اینجا دیگه من کانتی چیزی نکردم که بگم اگر تا زمانی که مثلا به انتها رسیدش میام چیکار میکنم میام اینجا نگاه میکنم تا زمانی که بگم این ولیوش امتیه تا زمانی که امتی باشه دیگه در واقع آیمو بر جلو خب میام میگم اول میخوام ببینم چطوری میتونیم بفهمیم که امتی هستش ایف این خب از نامریکو رو می نویسم empty تا اونجا که یادمه بعد داشته باشه یه چیزی از empty then and if x همو چکار کن x همو مساوی مثلا دو قرار میده اینجا وقتی که این شرط برقرار شده و بود x همو دو میکنه خب و تا اون زمان میاد لوب همو برقرار میکنه درسته فقط یه مشکل کوچولو داره که الان به هم نگاه کن خب بعدش بیا اینجا دقیقا اینا رو قرار بده من اینا رو دیگه نیازی ندارم چرخه فورمو میام به صورت کامنت میکنم خب حالا یه بار ران کنیم ببینیم ارور میگیریم یا نه نه ارور نگرفتیم خدا روشون و اینا رو هم راحت شمرده. فقط یه نکته... نکتهش چیه؟ من اگر این وسط خالی داشته باشم و سرم به جای این چهاره امتی بذارم اون وقت چی کار میکنه؟ اون وقت یه چیز دیگه بدونم میده درسته؟ خب انا اینو ران کردم ببینید خیلی سریعتر راند شد به اینکه نیازی نداشتم برم تا آخره سلولامو بشمرم اینجا اومدم یه شرط استاب گذاشتم دیگه تا آخر نرفتم گفتم تا زمانی که سلولم پر بود اما این پنجه اینجا رو دیگه نگرفته خب به خاطر اینکه اینجا اومده دیده شرط استاب برقراره و اینا رو اومده کانتش رو گرفته دیگه تا همینجا رفته خب حالا بر اساس اینکه آیا این مناسب هست یا مناسب نیستش میتونیم کارهای دیگه ای بکنیم مثلا از همون فور داریم استفاده میکنیم خب همه رو داریم میبریم جلو و هیچی از قلم نمیفته یا میتونیم مثلا بگیم که اگر دو تا پشت هم چیز بود. اگر ده تا پشت هم خالی بودش مثلا یه چنین کار رو بکن خب اما چون نمیخوایم وارد دیتیل بشیم و ما اینجا چرخه فور رو داریم خب بخاطر همین این قضیه کافیه واسه تا همینجا اوکیه نیازی نیست واسه وارد بیشتر بشیم چرخه فور میتونیم حتی یه کاری بکنیم که وسطش بیاد بیرون اما بهتر ما دوست دارم تمام موارد رو ببینم خب فقط من یه کاری اینجا من اینا رو از کامنت میارم بیرون کامنتش میکنم خب الان اینجا من میخوام این کدو نوشتم نمیخوام اینا رو کامنت کنم میخوام تا اینجا اجرا بشه و از اینجا به بعد اون دیباگ کنم تا اینجا میدونم اوکیه واسه این کار میام یه بریک میکنم میخوام اول این دوتا رو قبل اینکه اینا رو صفر بذارم ببینم خب پس تا جایی که میتونم, میتونم دلم بخواد میتونم بریک کنم درسته و بعد ران میکنم الان چرخه فور من داره کامل ران میشه و وقتی که کامل ران شد و این اعداد قرار داد رسید به اینجا ایست میکنه هنوز این یکی رو ران نکرده و اجرا نشد اینو قبلا دیده بودیم ولی خواستم که دوباره نگاه کنیم واسه دیباگ کردن مناسب خب یه مقدار طول میکشه و این فورشون داره همه رو میبره چک میکنه طول میکشه برخراف وای که نستری رفتش به خاطر اینکه من اولین خالیی که دیدم و نگه داشتم ولی الان عددی که فورم میده متفاوته عددی که فورم میده پنج در نظر گرفته اینجا میبینی شش تا و مجموعش رو 20 در نظر گرفته حالا میخوام وایلم رو چک کنم اولین کاری که باید بکنم اینا رو میاد صفر میکنه درسته ببین این الان 20 هم اینم شیشه من یه استپ میرم اینو میکنه صفر بعدیش هم میکنه صفر درسته و اگه اینجا ران کنم میره تو اینجا خودشو میگم آره هر چند تا کدی که داشته باشه خب وارد وایل میشم میاد اولین کاری که میکنم این ایف استیتمنت من درست هست یا نیستش به ازای آی مساوی یک الان آی من یک دیگه میاد تو سلول یک یک من باید درست باشه چون تا اونجا که یادم یک پس میاد اینی که صفره رو صفر به اضافه یک میکنه یکی میرم پایین یعنی شد یک سامیشن من هم صفره صفر رو به اضافه که تو این سلز آیا آیا یک هستش که میدونم یک بوده سامیشن هم, میکنه یک خب میره بعدی آی هم یه دونه بهش اضافه میکنه آی میشه دو درسته میره سطر دو میاد ببینی ایف این ایف من آیا امتی هست سلولم یا خیر اگر نباشه باید ردش کنیم که میبینیم ردش کرد اصلا وارد این نشدش خب و ایکس من هنوز یکه بعد میاد میگه لوب کن یعنی یه دور دیگه برو بالا میره بالا اینجا هنوز x من آیا یک هست یا نیست یادمونه که x هم یک بود چون تغییر نکرد میاد پایین الان آیا من دو اینجا میاد سطر دو رو میگیره چک میکنه میبینه درست هست یا نه بعد میره یکی پایین میبینه درست نبوده چون تکس بوده تا اونجا یادم آره ای بوده خاطر همین ایف کامل رد میکنه خب و به کانتای من هیچی اضافه نکرد به سامیشن هم هم چیزی اضافه نکردش درسته؟ و میره بعدی حالا آیم کرده سه میره سطر بعدی رو نمیکنه کنه ایف استیتمنت هم هنوز امتی نیستش و میره بعدی لوپ میکنه الان آیا من سه سطر سوم وم ببینین الان اینجا کانت من یکه یک و به اضافه یک باید بکنه میکنه این دو سامیشن من یکه یک رو به اضافه مقداری که توی سطر سوم هست میکنه سامیشن من شد چه؟ و اگه اینو من بزنم دیگه تا آخر میره تا آخر میره چون لوپ داره دوباره بریک برمی‌گیره به بریک اگه من بزنم دوباره برمی‌گیره اینجا نگنده اینقدر میره تا لوپ من تموم بشه و تا آخر بره خب و الان داره لوپو ذره آه... هنگ کردش خب اه... لوبو تا آخر میره و تا اونجایی که لوپ وایسته الان لوپ من چرا وای نمیسته اکسل هم هنگ کردش خب من چیکار کنم که کدوم وایست کنترل پاوز رو بزنیم وایست کنترل خب انا وایست میبینی من کنترل پاوز رو زدم کنترل اندم همون کار میکنم کنترل اند رو زدم اینجا و اومد تو اون مرحله ای که بود نگر داشتش و خب میگم حالا ران نکن فقط واسه این که ببینیم کلش انجام میشه دوباره کلش رو من ران میکنم دفعه اول اکسلم هم میاد 6 و 20 رو حساب میکنیم میذاره و دفعه بعد الان باید 5 و حالا مجموعه عددی که هستش رو بذاره خب تو این جلسه چرخه وای رو هم با هم دیدیم یه مقدارم در مورد دیبا کردن صحبت کردیم تو جلسه بعد فور ایچ رو با هم نگاه میکنیم میگیم به ازای هر چیز خب اون هم یه نگاه کوتاه میکنیم و اختتامیش رو تموم میکنیم درسته؟ خب من اینجا از چرخه فور میخوام حالا بمونه میخوام به این انحراف میار رو بزنیم میانگیرم اینجا بزنم دیگه من چرخه وایل رو نمیخوام چون میاد به ازای هر کدوم چیکار میکنه اونایی که وسطش خالیه رو محاسبه میکنه و الان نمیخوام از فور میخوام استفاده کنم که همه رو داشته باشه فقط یه دونه ابریج هم اینجا رو بزنم که میگه آقا این سطر سوم ستون چهارم میشه سامیشن تقسیم بره کانت سز اینو که بزنیم حالا تو جلسه بعد میبینیم اینجا اوریج هم به دست باره. و حالا از این دوتا میخوام انحراف معیار رو به دست بیارم اوکی خسته نباشین تا جلسه بعد خدا